چیزی رو هم که من میخوام خدمتون بگم، ازتون خواهش میکنم خیلی توجه کنید به حرفام. من اینجا این حرفا رو نمیزنم که سرگرمی ایجاد کنم، من این حرفا رو نمیزنم که بخوایم یک چیزی رو بگیم و بگیم خب حالا یک جلسه عرفانی داشتیم. اون چیزی رو که خدمتون عرض میکنم، اگر به نحوی گوش داده بشه که شما به هر صورتی جنبه استدلالی با من رو در ذهن خودتون متوقف کنید، اون چیزی رو که من دارم میگم چه درسته چه غلطه، نه شما استدلالش کنید به این که چه حرف خوبیه مثبت ببینیدش، نه استدلال کنید به این که چیز بدیه، بابا چه حرف بی خودیه پس اون چی میشه. هیچ کدوم از این کارا رو نکنید. از من دوستانه داشته باشین. اگر با همسرتون، اگه با فرزندتون، با هر کی صحبت میکنید، قبل از این که گوش استدلالی رو باز کنید ببینید چی میگه، باید تاییدش کنید یا تکذیبش کنید یا دلایل بر علیهش بیارین یا به نفعش بیارین، هیچ فرقی نمیکنه. گوش رو کاملا بسپرید که چی میگه، صرف نظر از این که به مقدسات تو داره میگه، به افراد مورد محبت تو داره میگه، خوبشون رو میگه یا بدشون رو میگه. ما زمانی که میگه پر از شهده، زهر قاتل، یعنی چی؟ یعنی من اگر الان بخوام بیام شما رو فریب بدم، میام اون چیزی رو که دوست داری بشنوی میگم، مثلا از فلان آدم بدت میاد بدشو میگم، از فلان سیستم حکومتی بدت میاد فوش میدم، دریوری میگم که فریبت بدم، و یا این که از چیزی که خوشت میاد تعریفش میکنم. وقت نگو کجا مکر نیست، اینجا مکره. تو من رو نفهمیدی، تو اون چیزی رو که دوست داشتی بشنوی شنیدی، در نتیجه قضاوتی هم که روی من داری میکنی روی هوای خودته، نه این که حقیقت رو بفهمی. همسرت، دوستت، برادرت، بچت، هر کسی صحبت میکنه، تو نه به تکذیب بگیر نه به تأیید بگیر، فقط گوش بده ببین چی داره میگه، فقط حرفا رو گوش بده. اگر ما که این که میگه گوش سر بر بند از هزل و دروغ، یعنی همینایی که من دارم خدمتتون میگم، تا ببینی شهر جان پرفروغ.